آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما هستن. سلام میکنم به شما خانم امینی. بسیاری از زندانیان سیاسی دیدیم از زندان پیام تحریم انتخابات دادن، حالا هم خانم محمدی برنده نوبل صلح این کار رو کرده، انتخابات رو شرکت در اون رو غیر اخلاقی دونسته. پیام ها نشونه چی هست خانم امینی؟ سلام و درود به شما و همه بینندگان این برنامه و درود به همه زندانیانی که در شرایط سخت هم در واقع نه تنها کنار مردم ایستادن که پیشرو در واقع اتفاقی هستند که اینقدر همه گیر هست در کشور ایران. ببینید از بعد از انقلاب اسلامی تا امروز هر انتخاباتی که بوده، چه انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات‌های دیگه‌ای مثل مجلس خبرگان، همیشه عده‌ای بودن که با انتخابات موافق نبودن، تحریمش کردن. ولی انگیزه ها متفاوت بوده. یه وقتی ممکن بوده که انگیزه همیشه عده‌ای بودن که مخالف جمهوری اسلامی هستن، ولی تعداد این افراد به مرور تا به امروز افزایش پیدا کرده. اما انتخابات تحریم انتخابات معناهای دیگری هم داشته، از جمله ابزار فشار بر گروه رقیب که این نیاد بالا اون یکی بیاد بالا. در واقع به نوعی کنشی بوده گاهی اوقات که تأیید کلیت انتخابات و کلیت چارچوب جمهوری اسلامی هم بوده. اما امروز مسئله تحریم انتخابات به نظر من کاملا متفاوت با هر دوره دیگری هست. همان گونه که به نوعی خیزش انقلابی زن زندگی آزادی چنان پرشمار بود که دنیا نتونست انکارش کنه، دنیا ناچار شد که این مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی رو دست کم برای یک مدت کوتاه باور بکنه و نسبت بهش واکنش نشون بده. امروز هم تحریم انتخابات به نظر من ادامه همون کنش پرشماری هست که ادامه مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی هست. حالا اون گروه های اندکی که شاید از وقتی که انقلاب اسلامی صورت گرفت اتفاق افتاد تا به امروز همیشه مخالف جمهوری اسلامی بودن، اونقدر پرشمار و گروه بزرگی هستند که انکارشون غیر ممکن هست. حتی و این چیزی هست که جمهوری اسلامی رو به وحشت انداخته، به شیوه های مختلف داره طوری رفتار میکنه که این نمایش رو موجه جلوه بده. خانم امینی، کمتر از یک هفته مونده تا برگزاری انتخابات، وضعیت کشور جامعه رو چطور ارزیابی میکنید؟ فضای انتخابات رو در میان اقشار مختلف جامعه؟ ببینید همه المان ها داره دست به دست هم میده که این اتفاق در واقع از طرف مردم تحریم بشه و این تحریم گستره بزرگتری رو در بر بگیره. از مسئله خیزش انقلابی، کشتار مردم، پیشتر از اون کشتار آبان، کشتار سال 96، مسئله هواپیما، مسئله معیشت مردم، وضعیت اقتصادی، بی‌اعتمادی عمومی که همین هفته پیش کارشناسانی که از دل خود جمهوری اسلامی در اومده بودن مثل آقای دکتر مصطفی معین وزیر جمهوری اسلامی بوده یک زمانی، در یک نشستی میگن 70-80% مردم بی اعتماد کامل هستن. این بی اعتمادی از نهادهای حکومتی هست تا رسانه ها و اخبار و چیزهای دیگه. برابر این بی اعتمادی با اون وضعیت اقتصادی و اون پاسخ نگرفتن از عدالت خواهی و دادخواهی رو اگر همه رو پیش هم بذاریم، انگیزه ای باقی نمیمونه که مردم یک بار دیگه بخوان اعتماد بکنن به یک انتخابات دیگری که در واقع جمهوری اسلامی بخواد به اونها پیشنهاد بده. بنابراین این تحریم به نظر من ادامه اون اعتراض هست. شاید تفاوتش با همه دوره‌های قبلی پرشمار بودنش و گستردگیش در تمام خاک ایرانه. خانم امینی خیلی ممنونم از توضیحاتتون.